با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، جلسه 17 از آموزش نرم افزار فتوشاپ رو با هم آغاز میکنیم. توی این جلسه میخوایم یاد بگیم که چطور میتونیم یک رندر روز یا عکس روز رو تبدیل کنیم به یک عکس شب. کار بسیار دوست داشتنیه. خب با هم شروع میکنیم. این کار یه سری تکنیک اولیه داره که حتما باید اونا رو رعایت کنین تا کارتون خیلی تمیز در بیاد. اولین کار اینه که من میام اینجا یه برایتنس میدم. برایتنس همون میذارم رو منفی 100 که کل نور فضا گرفته بشه. اوکی. و بعد میام دوباره یه دونه فوتو فیلتر میدم. فوتو فیلتر همون میذارم روی رنگ سرد. دقت کنین این تیک نخورده باشه که درخشندگی داخل نور رنگ آبی شما نباشه. من شدتشو بالا میبرم. خوبه. میام تو کار بعدی ساتوریشن میدم. ساتوریشن میذارم منفی 90. خب خوبه. یه مقدار اینجا الان عالیه. کار بعدی که باید انجام بدیم کالر لوکاپ هست. کالر لوکاپ یه سری تم‌های آماده رنگی داره که اینجا میتونید اونا رو ببینید و روی هر عکسی که اعمال کنید کیفیت رنگ بندی خوبی رو به شما میده. خب من اینو میذارم رو حالت مونلایت که این حالت تیرگی شبو برای من اینجا ایجاد کنه. خب بسیار عالی. الان من این رو مونلایت قرار بدم. بریم در ادامه. این که اولین کار اینه که ما بیایم اینجا و پنجره های کارمون رو روشن کنیم، یعنی این فضایی که اینجا هست باید اینجاها روشن بشه. من کنترل او رو میزنم و میخوام از یه سری عکسایی که پنجره هست اینجا استفاده کنم. از نمای پنجره استفاده میکنم. این عکس میتونه عکس خوبی باشه. کنترل وی میکنم اینجا، کنترل تی رو میزنم، سایزش رو کوچیک میکنم، اینو میذارم اینجا. با نگه داشتن کلید کنترل اینجا پرسپکتیو کار رو درست کنیم. و بعد تیپ اینو ببینید. اگه اوورلی بذاریم شاید خیلی دید نشه باشه. تو حالت عادی کالر دوج هم میتونه گزینه خوبی باشه. و بعد من بیام ساتوریشن اینو درست کنم. ببینید که این رنگ رو به خودش بگیره. ولی الان بهترین گزینه اینجا اسکرینه که خیلی راحت این پنجره رو اینجا به ما نشون میده. من یه مقدار اوپاسیتیش هم کمتر کنم. الان خوبه. شما میتونید زوم کنید قسمت هایی که اضافه داره روی اینو پاکش کنید. مثلا بعضی جا شاید رو خود نما این نورها بیفته و میتونید خیلی راحت بگیرید و اونو از اینجا پاکش کنید. میبینید من کنترل جی رو میزنم یه کپی از این میگیرم، کنترل تی هم میزنم یه کپی میرور شده اینور قرار میدیم، پرسپکتیوش رو درست کنیم، این اینجا باشه به این شکل. الان عالیه. و حالا برای اینکه تکرار نداشته باشیم باید یه سری جاها رو پاک کنیم. من اوپاسیتی اینا رو بالا ببرم برای پاک کن. اینجا پاک بشه، این قسمت که افتاد روی نما پاک بشه کامل، اینجا پاک بشه. ببینید برای اینکه تکرار رو از این بگیرم این دو طرف خیلی شبیه هم نشن. و بعد دوباره حالا اگه دیدین یه جا نداره میتونید از این بگیرین، کنترل جی بزنید، مثلا یه کپی بذارین اینجا. اوکی. اون دیگه سلیقه شماست که اینو خوب در بیارید. این از این. بریم سراغ قسمت پایینی که اینجا هست. من میتونم چیکار کنم برای این پایین؟ بیام الان یه عکس فروشگاه بیارم، مثلا این عکس. خب این قسمت پایینش گزینه خوبیه. کلشو میگیرم اینجا رو، کنترل ایکس رو میزنم و بعد میام اینجا کنترل وی. ببینید عکس بزرگه که اینجا رو کامل میخوام پوشش بده. اینو میذارم اینجا، میرورش میکنم که این ماشین بره این سمت و بعد میام کوچیکش میکنم، این اینجا قرار بگیره. میتونیم یه مقدار بکشیمش، پرسپکتیوش رو درست کنیم. خوبه؟ خب حالا کاری که باید انجام بدیم دقت کنیم که اینجا اومده یه سری گل قرار گرفته. من اینو روشن میکنم، تیپشم رو حالت اسکرین قرار میدم که بره به سمت داخل. اوپاسیتیش هم کم میکنم برای اینکه این گلا رو اینجا ببینیم. پاک کن انتخاب کنید. براش اینجا گرس رو من لود میکنم. اوکی. و میام از این براشایی که دارم، به عنوان مثال از این براش، با این براش شروع میکنم پاک کردن اینجا. ببینید اینجا رو پاک میکنم که این نشون بده که رفته اون پشت برای من قرار گرفته. به این شکل.
اگه اینو بیارم بالا کاملا متوجه میشین. من حالت نون میذارم اینو، ببینین اپاسیتیش هم اگه کامل بشه این قسمت زیرشو بریدم. خب کنترل زد بزنم برگرده سر جاش. خوبه، یه مقدار قسمت بالا باید حالت محو داشته باشه. اینجا من پاک کن معمولی رو انتخاب میکنم، شروع میکنم به پاک کردن از اینجا تا اینجا رو یه مقدار محو میکنم. البته لازم نداره، اپاسیتیشو کم کنیم بهتره. این تی برقی که اینجا هستن باید بدیم بره پشت، ناکنید به این شکل. خیلی راحت این کار انجام شد، اپاسیتیش هم میبرم بالاتر. خب بریم سراغ کار بعدی. دوباره من میام یه عکس وارد میکنم که از اون قسمت پایینش بتونم استفاده کنم برای روشن کردن اون واحدهای پایینی که اونجا قرار داده. من میتونم بیام از این عکس استفاده کنم، این قسمت رو بگیرم اینجا رو کنترل ایکس کنم، کنترل وی میکنم، اینجا میام پرسپکتیوش رو درست میکنم کوچکتر، با نگه داشتن کلید کنترل اینو اینجا میذاریم، پرسپکتیوش هم کمی درست کنیم. اینجا قرار بگیره. خب و حالا با پاک کن میام میگم با این قلم شروع کن به پاک کردن اینجا. میبینیم چقدر راحت این کار انجام شد. اپاسیتیش هم بیاریم پایین. خوبه؟ میتونید بیاین چیکار کنید؟ این قسمت ها خودتونم یه سری درخت هایی رو قرار بدین جلوی نماتون. من اینا رو پاک کنم. مثلا من میتونم بیام اینجا یه درخت بذارم، کنترل او رو میزنم میام از یه درخت اینجا استفاده میکنم، پی ان جی مثلا این درخت. خب کنترل ای، کنترل ایکس، کنترل وی میکنم اینجا، سایزش رو کوچیک میکنیم. خوبه اینجا بذاریمش. میام اینجا تاریکش میکنم با استفاده از ساتوریشن، این لایتنسش رو کم میکنم که این کامل تاریک بشه. ساتوریشنش هم کم کنیم. خوبه و حالا کنترل امو میزنم یه مقدار تیرش میکنم. بسیار عالی. و برای پاک کردن این تنه درخت که بدیم بره داخل، دوباره اینجا رو پاک کنیم. ببینید چقدر راحت این کار انجام شد. با لول هم ما میتونیم بیایم یه مقدار اینو تاریک ترش هم بکنیم. دیگه اون دست شماست که بیاین این کار رو انجام بدین. خب من اینو برگردم به حالت اول. اینجا خوبه. اوکی. خب این از این. دیدین که چقدر راحت این کار اینجا انجام شد. حالا ما میتونیم انواع درخت‌ها رو اینجا قرار بدیم. مثل چی؟ مثل این فایلی که من برای شما گذاشتم. ببینید مثلا من این درختش رو میتونم راست کلیک کنم بردارم بیارم بذارمش اینجا، کنترل تی رو میزنم اینو کوچیکش میکنم اینجا قرار میدیم. اوکی ببینید چقدر خوب اینجا قرار گرفت. یا باز دوباره مثلا اینجا هم میشد اینو گذاشتش اینجا. مثلا دوباره از این فایلی که داره من میتونم از این درخت استفاده کنم، اینا رو پاک کنیم، این درخت رو میگیرم میام تو کار اصلی جلوی کارم قرار میدم. و اینجا هم ما میتونستیم اینا رو قرار بدیم به این شکل. اوکی پس دیدین چقدر راحت این کار انجام شد. من قسمت ورودیمو برای این عکس میتونم یه مقدار تیره تر کنم، یعنی اینجا این قسمت یه مقدار یا دیلیت بشه یا تیره تر بشه که این ورودی رو اینجا ما نشون بدیم. خب این از این. بریم سراغ نماهای کناریمون. من کنترل او رو میزنم میام از نماهای کناری که دارم استفاده میکنم، به عنوان مثال این عکس. میام یه قسمتیش رو میگیرم، کنترل ای، کنترل ایکس، میارمش داخل اینجا، کنترل وی میکنم، سایزش خیلی بزرگه کوچیکش کنیم. خوبه. خب میگم از این قسمتش کنترل جی کن بیار بذار اینجا، کنترل تی رو میزنم پرسپکتیوش رو درست میکنم. این از این.
تیپش هم حتما رو اسکرین باشه، اوپاسیتی کمتر. ببینین اوپاسیتیشو کم کنیم، خیلی تو چش نباشه. خب دوباره این عکس رو انتخاب میکنم، میام میگم این بار از این قسمت این بردار، کنترل جی میزنم، اینو میذارمش اینجا، کنترل تی رو میزنم، میام پرسپکتیو اینو درست میکنم اینجا باشه، یه مقدار باید این کوچیک بشه. اینجا خوبه. تیپش رو حالت اسکرین میذاریم و اوپاسیتیشو کم میکنیم. اوکی. من دیگه میام حالا از این پنجره که اینجا گذاشتم کپی میگیرم، یه دونه اینجا میذارم، پرسپکتیوشو درست کنیم، زوم کنیم. اوکی. میام عقب. ببینین خیلی راحت روشن شد. خب من کپی میگیرم اون بالا یه رشته برداشتم، اینو اینجا میذارم. الان برای اینجا خوبه. یه دونه هم برای این کنار، برای این کنار میتونم کپی داشته باشم، اینجا بذارم. زوم کنیم، پرسپکتیوش رو درست کنیم. اینم از این. خب یه مقدار کت شده، باید صافش کنیم. کنترل تی رو میزنم و بعد بزرگش کنیم یه مقدار. بسیار عالی، اینجا قرار گرفت. خب میتونید کل این لایه ها رو بگیریم و یه مقدار اوپاسیتیشو بیاریم پایین تر. البته من کل لایه رو اشتباه گرفتم. خب اینا دیگه احتیاج نداریم، میتونیم دیلیتش کنیم. اینجا برای ما خوب شد. و حالا من یه نوشته اینجا میذارم که اینجا رو کامل برای من روشن کنه. برای این کار کافیه که بیام اینجا زوم کنم، تی رو میزنم، اینجا کلیک میکنم، مینویسم آدیداس، کنترل ای رو میذارم، کلش رو یه مقدار کوچیک میکنم، رنگش رو از اینجا سفید کنیم. اوکی. خب یه حروف اضافه گذاشتیم، اینو پاک کنیم، اینو دوباره کوچیکتر میکنم، اینجا میذارمش. خوبه. حالا برای اینکه یه مقدار این حالت گلو نور رو به خودش بگیره، راست کلیک میکنم بلندینگ آپشن، اینجا گلو رو روشن میکنم. خب یه سری تنظیمات داره، اوپاسیتیش، میزان اوپاسیتی اینو ما میتونیم اینجا مشخص کنیم، نویز داشته باشه یا نه، از اینجا شدتش کنترل میشه و سایزش هم که کاملا مشخص از اینجا کنترل میشه. اوپاسیتیشو من کمتر کنم، سایزش کوچیکتر بشه. عالیه. میام عقب. ببینید خیلی خوب اینجا داره به ما نشون داده میشه. من کوچیکش میکنم و میام یه مقدار شادو به این میدم که بود بهش بده. اینجا دوباره کلیک میکنم که پنجرم باز بشه، دراپ شادو رو میزنم، اینجا اوپاسیتیشو داریم، از اینجا میتونیم فاصلهشو مشخص کنیم و دوباره اینجا شدت سایه و سایزشو میتونیم کنترل کنیم. من اوپاسیتیشو خیلی کم کردم، سایزشو باید یه مقدار کوچیک‌تر کنیم. ببینیم این الان خوبه، یه مقدار نزدیک‌تر بشه. خوبه. بیام عقب. خب این الان اینجا خیلی خوب شد و جای مناسبی برای ما قرار گرفت. ما میتونیم این پنجره هم بیایم روشنش کنیم، یعنی من بیام کنترل او رو بزنم، دوباره یه عکس دیگه وارد کنم، مثلا این عکس. بیام اینجا یه قسمتی رو انتخاب کنم، کنترل ایکس، میام داخل اینجا و کنترل وی میکنم، اینو تبدیلش کنیم به یه آبجکت سمارت. اوکی. کوچیکش میکنم، میتونم اینجا دیگه قرارش بدم با پرسپکتیو درست. خوبه. زوم کنیم، تیپش رو بذاریم رو حالت اسکرین و بعد قسمت اضافی رو من اینجا پاک میکنم. برای اینکه این حالت درخت رو اینجا ببینیم کافی که بیایم دوباره با این چمن ها شروع کنیم به پاک کردن. خوبه. ببینید چقدر ساده الان این کار اینجا برای ما شب شد. ببینید این از این. خب بریم جلوتر، این درخت رو هوای من بیارمش پایین. میتونیم دوباره بیایم اینجا این فایل اضافی رو مقدار پاکش کنیم، صحنمون خلوت‌تر بشه. اینا رو من میبندم، این باز باشه، اینو ببندیمش، این عکس هم ببندیم و اینجا حالا از هر کدوم از اینا خواستیم میتونیم استفاده کنیم. مثلا اینو بگیریم، ما بیاریم اینجا قرارش بدیم، سایزش رو میتونیم کوچیکش کنیم. OK.
که با اینا تقریبا یه همخونی رو داشته باشه به این شکل. من میام در ادامه اینجا یه ماه قرار میدم، کنترل رو میذارم، میخوام ستاره ها هم اینجا بذارم. ما ستاره رو میتونیم هم با عکس بذاریم، یعنی با این عکس کنترل A کنترل X کنترل V کنم اینجا تیپش رو بذارم ولت اسکرین. خب بیام اینو کلا دیساتوریتش کنم و سایزش هم یه مقدار کوچیک کنیم، اوپاسیتیش رو کم کنم. میبینید ما این ستاره رو میتونیم اینجا بذاریم. بعد بیایم رو نما رو شروع کنیم به پاک کردن. این شکل قسمت های اضافی رو پاک کنیم، اوپاسیتیش هم من میتونم کمتر کنم. خوبه؟ یا بیام چیکار کنم با براش، من اونو خاموش کردم، یه لایه خام بسازم، براشم رو بزنم رولت معمولی، ببینین به این شکل لبش محو نباشه. بیام اینجا تنظیمات براشم باز کنم، از اینجا میتونیم فاصلهش رو مشخص کنیم. ببینید اگه اینجا بکشیم اینو زیاد کنیم فاصله اینا بیشتر میشه، و فاصله رو زیاد کنم سایزشه. از اینجا من میتونم مشخص کنم که هر چقدر اینو میکشم سایزا با هم فرق داشته باشه، یعنی کوچیک بزرگ داره. و بعد دوره از اینجا من میتونم مشخص کنم اینا فاصله داشته باشن اصلا، میبینید. بعد و بیام اینجا دونه دونه خودم شروع کنم به کلیک کردن که دیگه نخوام اینجا من از اون عکس ها استفاده کنم، میبینید. یه زمان فسیدیشو میارم پایین. به این شکل. خب بیام یه عکس ما هم قرار بدیم. مثلا اینو من میارم. کنترل A کنترل X میکنم. اینو ببندیم. داخل اینجا کنترل V. سایزش فوق العاده بالاست. کوچیکش میکنیم. کوچیکتر. اینجا باشه. اینه دیگه میذارم حالت اسکرین، زوم میکنم اینجا باشه، اوپاسیتیشو کم کنیم، عالیه. من میتونم بیام این قسمتشو یه ذره پاک کنم و بعد بیام به این گلو بدم، گلو رو بزنم. ببین این حاشیه دور افتاد، برای اینکه حاشیه دورش نیفته کافیه که ما قسمت اضافی رو پاک کنیم، یعنی وقتی حالت نرماله ببینید اینجا رو داره. من بیام با استفاده از این دایره اینجا رو بگیرم، اینو بذارم دقیقا روی این. خب کنترل شیف آی میذارم که بیرونش رو بگیره و بعد دیلیت. الان عالی شد، اوپاسیتیش رو میتونیم ببریم بالاتر، اینجا بذاریم، کوچیکش کنیم و بعد میام دوباره روی این کلیک میکنم، اینجا بهش یه گلو میدم، سایزش رو بیشتر کنیم، میزانش کمتر، رنگش هم از اینجا قابل تنظیمه، بسیار عالی. میبینین یه ذره اپاسیتیشو میتونم کم کنم. میتونیم یه مقدار ابرم جلوی این قرار بدیم، کافی که براش انتخاب کنیم. براش های ابر رو من اینجا وارد کنم، مثلا این، اینجا یه کلیک میکنم، حتی روی یک لایه جدید یه کلیک، اپاسیتیشو کم کنیم. یه مقدار باید سایز این کوچیک بشه. اینو اینجا بذاریم. اوپاسیتیش رو کم کنم. به این شکل. که الان من فکر کنم اینجا صاف باشه برای ما قشنگ‌تر. خب این از این. الان کلیت کار ما ایجاد شد. کاری که باید انجام بدیم بیایم یه سری نورها رو داخل این فضا قرار بدیم. من کنترل او رو میزنم. میام از یه سری نور داخل این فضا استفاده میکنم. بیایم اینجا داخل عکسایی که داریم، پاسپورو، عکسای پاسپورو، خطای نوری که دارم و اینجا یه عکسی که میخوام تیره برق داشته باشه رو باز کنم و از اون داخل کارم استفاده کنم. ببینم اینجا چه عکسایی دارم. به عنوان مثال این عکس، اینو باز میکنم. میام کنترل A کنترل X میکنم، کنترل V میکنم داخل این صحنه. تیپش رو میذارم رو حالت اسکرین یا لایت، ببینم اسکرین فکر میکنم بهتر باشه. بله
میخوام از این تیربرقا اینجا استفاده کنم. کنترل تی رو میزنم. اول از همه یه کپی ازش داشته باشیم، خاموشش کنیم. کنترل تی رو میزنم، کوچیکش میکنم، یه مقدار کوچیک‌تر. ببینید اسکیلش مهمه که مثلا تا طبقه چند اومده. یه مقدار اینو بکشیم. خوبه؟ قسمت‌های اضافی رو باید شروع کنیم به پاک کردن. من کنترل ال رو میزنم، جایی که تیره است و تیره تر میکنم. ببینید خب قسمت اضافی رو میتونیم اینجا پاکش کنیم. مثلا اینجا دیگه یه ذره باید پاک بشه. اوکی، اینجا هم پاک کنیم. البته این بذاریم بمونه و یه مقدار ساتوریشن میدم که این زردی نورش رو از بین ببره به این شکل. اوکی، یه کپی ازش میگیرم با کنترل جی، کنترل تی رو میزنم، اینو میرورش میکنم، میذارم برای این سمت کار. اوکی میکنم، میذاریم اینجا. خوبه، قسمت اضافی رو میتونیم بیایم و پاکش کنیم. اینجا هم پاک کنیم. اینجا هم پاک میکنم و از این آخری، از این میتونم یه کنترل جی بزنم، کپی بگیرم بذارم اینجا تیپش. خوبه، کوچیکش کنیم، اینجا میذارم. قسمت های اضافی شو باید بیاییم پاک کنیم. همچنین این عکس، من این دوتا رو با هم یکی میکنم، دوباره اسکرینش میکنم، اینجا پاک بشه، اینم اینجاش پاک بشه. ببینید چقدر خوب برای ما اینجا این قرار گرفت. خب اینو روشنش کنیم، بعد بیایم از این قرار بدیم توی اینجا. میرورش میکنم، اینجا یه دونه قرار میدم، تیپش اسکرینه، کنترل ال رو میزنم، جایی که تیره است و تیره از بین ببره. و بعد میام میگم که این قسمت پاک بشه. اینجا ها بمونه. به این شکل. بیایم یه مقدار ساتوریشن بدیم، ساتوریشنش کم بشه. ببینید چقدر خوب این اتفاق برای ما افتاد. ابعادش رو ببینید، خیلی مهمه که اون ابعاد اینجا به درستی رعایت شه. یه کپی ازش میگیرم، اینو میذارم به این سمت کار. اینجا باشه. قسمت‌های اضافی اینو باید بیایم و پاک کنیم. می‌بینید خیلی قسمت‌های کثیف زیاد داره، اینجاها هستش. این قسمت‌ها باید پاک بشه. خوبه، من آخرین عکسی که گذاشتم رو پاکش می‌کنم. اینو بدیم بره زیر. اینو پاکش می‌کنم که دیدم هم رونما خیلی بهتر باشه. خب این از این، ببینید چقدر خوب اینجا در اومد. یه مقدار کنتراستش رو میتونیم تنظیم کنیم، تیره تر بشه، کلیتش رو روشن تر کنیم به این شکل. خوبه الان. و حالا بریم سراغ این که این چراغ ماشین رو اینجا ما روشنش کنیم. یک بار کلیت کار رو ببینیم. ببینیم این بود که تبدیل شده به این. اوکی، میتونیم از آبی فضا بگیریم. بالای کار من میتونم بیام یه کرو قرار بدم. اینجا ردمو میتونم یه مقدار بیشترش کنم. بلو کارمونو میتونیم بیاریمش پایین به این شکل. خوبه؟ برای روشن کردن این چراغا کافیه که من بیام یک لایه خام بذارم، این قسمت رو روشن انتخاب کنم اینجا رو، و بعد یه رنگ مشکی داخل این دایره قرار بدم. رنگ مشکی، بیاید با براش اینجا رو مشکی کنین. خب ببینید الان مشکی شد. و بعد همینطور که این انتخابه، فیلتر، رندر، لنس فلر، من میگم یه دونه لنس فلر با این شدت اینجا قرار بگیره. تیپش رو میذارم روی اسکرین که قسمت سیاه از بین بره به این شکل. میتونم بیام اینجا ساتوریشن رو روشن کنم. این تیکو میذارم که این رنگی که اینجا هست، ببینید این یعنی هر رنگی که اینجا انتخاب کنید به اون اعمال میشه، هر رنگی که اینجا باشه. من رنگش رو یه مقدار گرم میکنم، اپاسیتیش هم کمتر. یه کپی ازش میگیرم میذارم این سمت کار،
کنترل تی رو میزنم یه مقدار بچرخونیمش. ببینین حالا برای روشن کردن این قسمت جلو چیکار کنیم. من یک لایه جدید میذارم، میام یه رنگی رو اینجا انتخاب میکنم، مثل این رنگ. با قلم شروع میکنم به کشیدن این رنگ روی سطح زمین، مثلا اینجا. خب ما چند تا گزینه داریم، میتونیم کالر دورج بذاریم، اوپاسیتی اینو کمش کنیم یا عقب ببینیم با هم دیگه، یا میتونم رو حالت اسکرین بذارم و اوپاسیتیش ببینیم مثلا اینقدر باشه. اوکی، یا یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، اینو من خاموش کنم، بیام این قسمت بالا یه لایه خام بذارم، اینجا رو انتخاب کنم، اینجا یه رنگ سفید بریزم اینجا با قلم، اینجا رو کامل سفید کنم، فیلترش رو بیام اینو بذارم رو حالت اسکرین، فیلتر بلر گاسیان بلر بدم، لبه های کنم از این حالت تیزی خارج بشه، اوپاسیتیشو کم کنم. میتونیم بیایم اینجا ادجاستمنت دوباره اینو روشن کنیم یه مقدار اینو به این شکل، اوپاسیتیشو کم کنم. ببینید چقدر قشنگ این کار اتفاق افتاد برای ما. خب این از این، بریم در ادامه کارمون. حالا ما میتونیم اینجا یه سری گل هم قرار بدیم. به طور مثال من از این کاری که داشتم میتونم این قسمت رو بگیرم، اینجا اینو بگیرم بیارمش اینجا بذارم لایه رو، کوچیکش کنم، پرسپکتیوش رو درست کنیم، مثلا یه دونه اینجا بذارم یه مقدار روشنتر، خیلی تیره است با ساتوریشن، ببینین یه مقدار خیلی کم، و بعد بیام قسمت اضافیش رو پاک کنم. خب البته اینجا خوب نیست. خب بریم ادامه کار. من میام این عکسی که اینجا داشتم و دوباره کنترل A کنترل X میزنم، میخوام از اون خط نوریش اینجا استفاده کنم داخل کار. کنترل تی رو میزنم، میرورش میکنم، اینو میذارم اینجا، یه مقدار اسکیلش رو درست کنیم و بعد تیپش رو حالت اسکرین قرار بگیره. کنترل ال رو میزنم، جای تیره تیره تر میکنم و قسمت اضافی که احتیاج نداریم رو پاک میکنیم. لبه یه پاک کنم و از حالت محوی خارج میکنم، اینو اینجا بذاریم، میتونیم اینم میرور کنیم به این سمت، هم میتونه این بره، ولی خب من به این سمت میارم که این خط تقریبا با این یکی بشه تا این حالت ترکیب بندی که توی عکس هست رعایت بشه. اینجا باشه کوچیکتر، به این سمت، عالیه. اوپاسیتیش هم یه مقدار کم کنیم، این قسمت اضافیشو پاک کنم، میتونیم میرور کنیم ببینم شاید این ور برای من بهتر نشون بده. بله این ور میذاریمه، چون این میاد داخل این ماشین انگار چراغ اون ماشینه برای من داره نشون میده، اینجا یه مقدار بهتره. اگه خواستیم با پاکو میتونیم مثلا این قلم رو انتخاب کنیم بعضی جاهایی رو به این صورت پاکش کنیم. خب که حالا باز این سلیقه شماست که این کار رو روی این انجام بدید، مثلا این شکل. یه مقدار فیلتر بلر گاسیان بلر هم بهش بدیم. خب احتیاج نداره، من همین رو بلر میکنم. اوپاسیتیش هم کم کنیم، بسیار عالی شد. ببینید چقدر خوب ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. حالا ما میتونیم از یه سری نورهای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا من بیام اینجا یه کرفز بذارم، اینو روشنش کنم، رنگ قرمزمو بیشتر کنم، مثلا به این شکل. خوبه؟ بیام کل ماسک که این الان سفیده رو مشکی کنم، کنترل A کنترل بکیس آلت و بک اسپیس رو میزنم که این رنگ مشکی بیاد رو ماسکم بشینه، و حالا با قلم سفید بیام مثلا بگم
این قسمت یه مقدار نورانی تر بشه، اینجا یه ذره نورانی تر بشه و بعد مثلا اون پشت یه مقدار اینجاها نورانی بشه به این ساختمون، پایین کارم یه مقدار نورانی تر بشه. میبینید چقدر راحت این کار انجام میشه. اوکی، اینجا رو یه ذره روشن تر میکنم. به این شکل. پس این تکنیک ها خیلی راحته. من دوباره میتونم ساتوریشن بذارم، یه مقدار ساتوریشن رو کم کنم یا زیاد کنم، ولی خب الان این عالیه. ببینید چقدر راحت ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. اگه دیدید این افکت زیاد شده، یعنی اینجا خیلی پرنور شده، میتونید با قلم بیاید رنگ مشکی رو انتخاب کنید، اوپاسیتی رو هم کم کنید، اینجاها بکشین. اوکی، پس ما خیلی راحت با این دستورات آشنا شدیم و الان دیگه میتونیم به راحتی یک رندر روز رو تبدیل به یک رندر شب کنیم. دوستان خسته نباشین، امیدوارم که این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.